سازمان جهانی نفع خشونت به بمباران غیر نظامیان در موسل واکنش نشان داد. سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده در بیانگی ضمن ابراز تعصف از بمباران غیر نظامیان در موسل توسط اعتلافی موسوم به اعتلاف ضد داعش به سرکردگی آمریکا آن را محکوم کرد و سازمان ملل متحد خواست تا با جدیت تحقیقاتی را در این باره انجام دهد. در این بیانیه که نسخه از آن برای خبرگزاری شیه ارسال شده آمده است به گزارش منابع میدانی از محل درگیری ها در موسل طی حادثه وحشتناک دهها تن از غیر نظامیانی که در خانه پناه گرفته بودند توسط نیروهای هوایی اعتلاف ضد داعش در منطقه جدید موسل بمباران شدند که بنابر اعلام مراکز درمانی بسیاری از آنها جان خود را از دست دادند و دهها تن دیگر مجروح شدند این بیانیه افزود تعداد زیاد تلفاتی که از غیر نظامیان برجا مانده گویای این است که احتمالا تعمدی در انجام جنایات جنگی زیاد توسط اعتلاف بین المللی ضد داعش علیه مردم بیگناه خصوصاً مسلمانان وجود دارد و این اقدامات با تمام قوانین و معاهده های بین المللی مغایرت دارد. در ادامه بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت آمده است ما ضمن ابراز تعصب و محکوم کردن این گونه اقدامات غیر انسانی خصوصا بمباران اخیر غیر نظامیان در منطقه موسل جدید از سازمان ملل متحد می خواهیم تا تحقیقاتی گسترده را برای شفاف هرچه بیشتر درباره این جنایت هولناک انجام دهد این سازمان حقوق بشری که تلاش می کند تا از حقوق مسلمانان در سراسر سر جهان دفاع کند در بیانیه خود افزود ما از طرفهای درگیر در نبرد با سنیهای تودروی داعش می‌خواهیم تا قوانین مللی را در این نبردها رعایت کنند و عملیات نظامی خود علیه این گروه تروریستی را با دقت بیشتری انجام دهند تا شاهد فجایع از این دست نباشیم. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود ضمن آرزوی سلامتی برای مجروحین این حادثه هولناک به خانواده‌های داغدیده تسلیت گفت.